نرم افزارهای این حوزه کدومه؟ به موازات همه‌گیر شدن داده‌نگاری و کاربرد اون در صنعت‌ها و رشته‌های مختلف، ابزارهای مختلفی که به داده‌نگارها کمک می‌کنه بیشتر شد. امروز درباره چند تا از این ابزارها صحبت می‌کنیم. این ابزارها رو میشه در چهار گروه عمده تقسیم بندی کنیم. گروه اول ابزارهایی که کارشون نگهداری و جمع‌آوری داده است. شاید معروف‌ترین این ابزارها اکسل در برنامه آفیس مایکروسافت یا ورژن شبیه به اکسل که گوگل شیت هست باشه. تسلط روی این دسته از نرم افزارها از اساسی ترین مهارت‌های یک داده‌نگار. یک دسته نرم افزار هم برای استخراج فایل‌ها و داده‌ها از اینترنت و برای ساختن فایل‌های داده ازش استفاده می‌کنیم. مثلا لیستی در اینترنت وجود داره که شما نیاز دارید اون رو به صورت یک فایل اکسل در بیارید. از بهترین ابزارهایی که من پیشنهاد میکنم ایمپورتیو هست. سوم، ابزارهایی که برای تسویه و تمیز کردن داده ازشون استفاده میکنید که در اون حوزه هم بهترین ابزار همینطور که در ویدیوهای قبلی گفتیم گوگل ریفاین یا همون اوپن ریفاین. در یک ویدیو مجزا درباره این نرم افزار صحبت. اگر حوصله و وقت داشتید افسونه SQLite رو روی مرورگر فایرفاکس اد بکنید و با اون کمی بازی بکنید. نرم افزار خوبیه برای ساختن و مدیریت دیتابیس. نرم افزارهای دسته آخر هم در واقع باحالترین قسمت کارن که همون مصورسازی داستانه. تابلو پابلیک از بهترین نرم افزارهای این حوزه است. هم کار کردن باهاش خیلی ساده است، هم امکانات خیلی زیادی داره. اگه کار کردن با نقشه و ساختن اینتراکتیو مپ براتون جالبه، دو نرم افزار خوب دیگه هم داریم، یکی مپ باکس و دیگری کاردو دی بی. اگه قصدتون ساختن تایملاین هایی هست که بتونین مطالب رو روی یک گذر زمانی نشون بدین، سایت تایملاین نایت لب رو ببینید، رایگانه. دیتا رپر از نرم افزارهای اولیه این حوزه است. سال 2011 عرضه شده و طرفدارای زیادی داره. من توصیه میکنم حتما باهاش کار کنید. اگر خیلی دنبال کارهای پیشرفته نیستین توصیه میکنم از اینفوگرام شروع کنید. کارهای زیادی میشه باهاش کرد. سیلک هم از جمله سایت‌هایی که هم امکان مصورسازی میده و هم امکان ذخیره اطلاعات به عنوان یک بلاگ. اگر خواستید نمودار سازمانی، نقشه ذهنی، فلو چارت یا کارهایی از این دست بکنید، سایت creately.com رو پیشنهاد می‌کنم. همه این نرم افزارها مجانی هستند و خب طبیعتاً امکانات بیشترش پولی میشه. طبیعیه که این ویدیو در حد معرفیه و نمیشه درباره همه نرم افزارهای این حوزه صحبت. در دو ویدیو بعدی امکانات اوپن ریفاین و تابلو رو معرفی می‌کنم.